تاریخ تمدن قسمت 182 فصل 16 از جلد دوم نزاع فلسفه و دین این قسمت سقرات ماسک سیلنوس سیلنوس ها موجوداتی ای بودند و نیمی آدم و نیمی جانور تصور می شدند ولی گوششان چون گوش اسب و پایشان چون پای بز بود خوشنودیم که عاقبت در برابر شخصیتی چون سقرات که ظاهرا واقعیتی دارد قرار گرفتیم ایم اما اینکه گفتیم شخصیت سقرات ظاهرا واقعیتی دارد از آن روز که منبع آگاهی ما در این باره تنها دو کس بودند یکی افلاتون که درام نویسی خیال پرداز است و دیگری زنوفن که داستانهای تاریخی می نگارد. هیچ یک از آثار این دو کس را نمی توان تاریخ پنداشت دایا لارتیوس چنین روایت می کند گویند که چون افلاتون رساله لیسیس را پیش سقرات برخاند وی فریاد برآورد ای هرکولس این مرد جوان چه دروغ ها درباره من گفته است زیرا که افلاتون سخنان بیشماری از قول وی گفته بود که او خود هرگز از آن خبر نداشت افلاتون هیچگاه ادعا نمی کند که خود را به واقعیت محدود ساخته است و شاید هیچ به خیالش خطور نکرده بود که آیندگان وسیله آن نخواهند داشت که در آثار وی خیال پردازی ها را از شرح حال ها جدا سازند ولی وی در سراسر محاورات خود از استاد خیش تصویری منظم به دست می دهد. و شرمناکی دوران جوانی او را در رساله پارمنیدس پرگویی گستاخانه اش را در رساله پروتاگراس و پرهیزکاری خازانه اش را در رساله فیدون چنان به دقت وصف می کند که اگر این مجموعه شرح احوال سقراط نباشد یکی از آثار برجسته ادب جهان است و افلاتون را در شمار بزرگترین قهرمان سازان جهان قرار می دهد مطالبی را که در رساله پروتاگوراس از قول سقرات نقل شده است گفته خود سقرات می داند اخیرا از کتابی به نام آلکیبادس قطعاتی به دست آمده و نویسنده آن آیسکینس سفتوسی یکی از شاگردان سقرات بوده است این قطعات تصویری را که افلاتون در نخستین رسالت خیش از سقرات ساخته است و نیز داستان مهر و دلبستگی فیلسوف را به آلکیبادس تایید و تصدیق می کند از سوی دیگر ارستو یادداشت‌ها و زیافت زنوفن را از داستان‌های موهوم و گفتگوهای خیالی می‌شمارد که در آنها سقراط وسیله بیان افکار و آرای زنوفن شده است در کتاب سوم یادداشت‌ها سخنانی از قول سقراط درباره شیوه ها و تدابیر جنگ گفته شده است اگر نقش زنوفن نسبت به سقراط تا آن حد صادقانه باشد که اکرمان نسبت به گوته بود ما فقط میتوان بگوییم که وی با دقت بسیار سخنان سرد و مبتزل و بی خطر استاد را گردآورده است باور نمیتوان کرد که چنین مرد متقی و با فضیلتی قصد واژگون کردن تمدنی را داشته باشد سایر نویسندگان قدیم بر خلاف زنوفن این حکیم سال خورده را به صورت قدیسان در نیاوردند آریستوزنوس زنوس تارنتومی در حدود سال 318 از قول پدرش که خود را از آشنایان نزدیک سقرات به شمار می آورد می گفت که این فیلسوف مردی تعلیم نیافته و جاهل فاسد بوده است و یو شاعر کمدی نویس نیز در تهمت زدن به این خرمگس عظیم با رقیب خود آریستوفان رقابت میکرد از قیل و قالها و مناقشات پرهیاهو که بگذریم دست کم روشن میشود که سقرات در زمان خیش از هر کس دیگر محبوب تر و منفور تر بوده است پدرش مجسمه ساز بود و گویند که خود او نیز مجسمه از هرمس و سه پیکره از الهگان رحمت ساخته بود و در نزدیکی مدخل آکروپولیس جای گرفته بودند مادرش قابله بود و سقرات همیشه شوخ ادعا می کرد که پیشه مادر را دنبال می کند و در عالم عقاید و اندیشه ها دیگران را مدد می دهد تا آرای خیش را بیان کنند و از حمل آن فارغ شوند روایت دیگر سغرات را فرزند یکی از بردگان می شوند. این سخن درست نیست زیرا که وی از افراد پیاده نظام سنگین اسلحه بود و فقط شهروندان به این خدمت پذیرفته می شدند از پدرش خانه به ارث برد هفتاد مینا نقدینگی داشت که دوستش کریتو آن را از بهر وی به کار انداخته بود اما از سایر جهات سقراط در همه جا به صورت مردی فقیر توصیف شده است وی به پرورش جسم توجه بسیار داشت و معمولا از تندرستی برخوردار بود در جنگ پلوپونزی برای خود شهرت سربازی کسب کرد زیرا که به سال 432 در پوتیدایا به سال 424 در دلیوم و به سال 422 در آنفیپولیس جنگید در پوتیدایا جان و سلاح آلکیبادس جوان را نجات داد از جایزه دلیری چشم پوشید تا این افتخار نصیب دوستش شود در دلیوم وی آخرین مرد آتنی بود که در پیش اسپارتیان میدان توهی کرد و شاید با خیره شدن در چشم دشمن جان خیش را نجات داد و از این را حتی اسپارتیان را بیمناک ساخت گویند که سقرات در این جنگ ها از همه آتنیان بیشتر دلیری و پایداری ورزید و بیناله و شکوه گرسنگی و خستگی و سرما را تحمل کرد سرانجام هنگامی که خود را راضی ساخت که در آتن ساکن شود به سنگ تراشی و مجسم سازی مشغول شد وی به سیر و سفر رغبتی نداشت و به ندرت از شهر یا از بندرگاه آن دور می شد زانتیپه را به زنی گرفت این زن همواره شوهر خیش را ملامت میکرد و میگفت که وی هرگز به خانه و خانواده خود نمیپردازد سقرات به زانتیپ حق میداد و نزد فرزند و دوستان خود دلیرانه از او دفاع و حمایت میکرد ازدواج بر پای او قیدی ننهاده بود پس از دوران جنگ که تعداد مردان سخت کاهش یافته و قانون تعدد زوجات را موقتا جایز شمرده بود گو زنی دیگر نیز اختیار کرد چهره سقرات را همه میشناسند. اگر از روی مجسمه نیمتنه ای که به نام او در موزه روم موجود است با شک و تردید قیاس و قضاوت کنیم باید اعتراف بورزیم که چهره وی نمونه واقعی صورت مردم یونان نمیتواند باشد سر بزرگ بینی پهن لبهای زخیم و ریش انبوهش بیشتر آناکارسیس دوست سلون را که از دشتهای شمالی دریای سیاه آمده بود یا سکای جدید یعنی تولستوی را به یاد می آورد آلکیبادس حتی در وقتی که محبت خیش را ابراز می دارد با تایید بسیار چنین می گوید در نظر من به ماسک‌های های سیلنوس می ماند که در کارگاه های مجسم سازی دیده می شود این ماسک‌ها ها نای و مزمار بردهان دارند و از میان گشوده می گردند و در درون آنها مجسمه های خدایان جای دارد نیز میگویم که سقرات به مارسیاس که از ساتیر هاست شباهت دارد موجودات افسانه ای که سرشان چون سر انسان و بدنشان شبیه بز بود سقرات انکار مکن که چهره ات به ساتیرها شبیه است اما سقرات هیچ اعتراضی نمی کند و بدتر از همه آن که خود معترف است که شکمی بزرگ دارد و امیدوار است که با رقصیدن آن را کوچکتر سازد در توصیف عادات و اخلاق وی افلاتون و زنوفن هم عقیده اند در همه ایام سال با یک جامعه ساده و کهنه می ساخت و برهن پایی را بر پوشیدن کفش و نعلین رجحان میداد از بیماری مالندوزی که آدمیان را پریشان خاطر میدارد مسونیتی باورناپذیر داشت روزی در بازار شهر اشیا و امتعه فراوانی را که برای فروش بدانجا آورده بودند دید و گفت چه بسیارن چیزهایی که من بدانها نیازی ندارم همیشه در عین فقر خود را غنی میدید سقراط نمونه اعتدال و خیشتنداری بود ولی هرگز چون قدیسان نمیزیست وی مانند همه مردم محذب یونان باده می نوشید و برای حفظ خیش در سرات مستقیم حاجت به زهد و پرهیز نداشت زنوفن از قول سقرات میگوید اما درباره بادنوشی رأی من آن است که شراب به روح را شاداب میسازد و غمها را از یاد میبرد اما گمان داریم که بدن آدمیان نیز چون جسم نباتات باشد اگر خداوند نباتات را در آب غرقه و قوتور سازد از پای میافتند و نسیم از میانشان نمیگذرد ولی هنگامی که به اندازه حاجت خود آب بنوشند رشد میکنند و بلند میشوند و بار میدهند از مردم کناره نمیگرفت بلکه از معاشرت با دیگران شادمان میشد و گاه گاه دعوت اغنیا را نیز با خرسندی میپذیرفت ولی هرگز پیش آنان خضوع نمیکرد و به فرمانشان گردن نمینهاد از یاری مالداران بی نیاز بود و دعوتها و هدایای شاهان و بزرگان را رد می کرد خلاصه کلامان که وی مردی نیکبخت بود بی کار زندگی می کرد بی نوشتن می خاند. تعلیم می داد لیکن این کار عادت جاری او نبود باده می نوشید اما اندازه نگاه می داشت و به سرگیجه دوچار نمی گشت و پیش از آنکه ضعف و زبونی پیری را ببیند درگذشت مرگش نیز با درد و رنج همراه نبود درس های اخلاقی وی برای زمان خودش بسیار عالی و پسندیده بود لکن همه مردمان نیک سیرتی را که ستایشگر اویند راضی و خرسند نمی سازد وی از دیدار کارمیدس به آتش اشتیاق در می افتاد ولی نمیدانست که در آن جوانک زیباروی نیز روحی والا هست یا نه از این روی خود را نگاه می داشت سقراط و آلکیبادس را دلباخته یک دیگر می مرد و میگوید که این فیلسوف همه جا در پی آن جوان خوب روی روان بود گرچه مرد سال خورده ما غالبا عشق خود را به صورت افلاطونی آن نگاه میداشت به امردان و روسپیان ممتاز نیز شیوه های جلب اشاق را می آمخت. وی در نهایت شهامت به تئودوتای روسپی که به وی گفته بود بیشتر به دیدار من بیا وعده یاری و مساعدت داد خوشخلقی و مهربانی سغرات چنان مؤثر بود که کسانی که به دریافت آرای سیاسی او نایل می شدند آرای اخلاقیش را نیز به آسانی تحمل می کردن. پس از مرگ او زنوفن درباره اش چنین گفت عدالت وی به حدی بود که در ناچیز ترین امور بر کسی ظلم روا نمی داشت چنان اعتدال را رعایت می کرد که هرگز لذت را بر فضیلت و تقوا روچان نمی نهاد چنان خردمند بود که هیچگاه در تمیز نیک و بد خطا نمی کرد. در تشخیص خیم و خویهای دیگران آنقدر بصیرت داشت و چنان همگان را به کسب فضیلت و شرافت برمی انگیخت که نیکترین و نیکبخت مردمان آرزو می کردن که چون او باشند نیز افلاتون با سادگی و سراحتی مؤثر چنین بیان داشته است وی براستی عادلترین عاقلترین و نیکترین مردی است که من در عمر خود دیدم قسمت دوم خرمگس معرکه سقرات سخت کنجکاف و اهل جدل و مباحثه بود از این روی به تحصیل فلسفه پرداخت و یک چند نیز مجذوب سوفستاییان گشت چه در دوران جوانی وی سوفستاییان آتن را تسخیر کرده بودند به هیچ دلیل نمی توانیم بگوییم که ملاقات و مباحثات سقرات با پارمنیدس و پروتاگوراس گورگیاس پرودیکوس هیپیاس و تراسوماکوس را افلاتون از خود ساخته است شاید سقراط زنون را که در حدود 450 به آتن آمده بود ملاقات کرده و تحت تأثیر روش جدلی وی و یا دیالکتیکی قرار گرفته باشد سقراط چنان به روش زنون دلبستگی یافت که تا پایان عمر از آن جدا نشد شاید وی آناکساگوراس را نیز میشناخته اگر شخصا با او آشنایی نداشته بر عقایدش آگاهی تمام داشته زیرا یک چند نزد آکلاوس میلتوسی که شاگرد زنون بوده تحصیل فلسفه می کرده است آکلاوس در آغاز کار به طبیعیات مشغول بود و در پایان عمر به تحقیق در امور اخلاقی پرداخت وی اصل و اساس اخلاقیات را از روی قواعد عقل توجیه و تفسیر می کرد و شاید سقراط نیست به مطابعت او از علم به اخلاق رو کرد سقراط از این راه ها به سوی فلسفه جلب شد و از این روی بود که گفت بزرگترین شادی های من در آن است که هر روز از فضیلت گفتگو کنم در خود و در دیگران به تفحص پردازم زیرا وجودی که مورد آزمایش و بررسی دقیق قرار نگیرد شایسته آدمی نیست وی از این جهت در آرا و عقاید مردمان به کاوش می پرداخت. با پرسش و استفسار آنان را می و به سخن گفتن می آورد دقیق و نظرات نامتناقض طلب می کرد و بدین سبب خود را برای کسانی که توانایی تفکر درست و روشن نداشتند مایه وحشت ساخته بود سقرات می خواست که در دوزخ هم خرمگس معرکه باشد و در آنجا نیز معلوم کند که چه کس حکیم است و چه کس از حکمت به دور و حکیم نماست او خود را در معرض این گونه بازجویی ها و آزمایش ها قرار نمی داد زیرا اعتراف می کرد که هیچ نمیداند. وی همه سوال ها را می اما بر هیچ یک از پاسخها آگاهی نداشت و با فروتنی میگفت من فقط دوستار فلسفم شاید میخواست بگوید که خودش هیچ اصل و قاعده ثابت و قطعی ندارد و تنها نکته ای که بر وی مسلم شده آن است که آدمی از خطا کردن مسئول نیست گویند که وقتی کارفون از قیبگوی معبد دلفی پرسید آیا از سقرات کسی فرزانه تر هست؟ بنابر همان روایت قیبگو جواب داد نه هیچ کس چون او فرزانه نیست ولی سقرات خود میگفت که قیبگوی دلفی از آن روی چنین پاسخ داده است که من به جهل خیش اعتراف کردم از آن لحظه سقراط بران شد که عملا و به نحوی قاطع دست به کار زند و عقاید و آرایی واضح و روشن برای خیش به دست دارد وی می گفت باید گاه گاه درباره امور بشری با خود سخن گوید در حقیقت دینداری و بیدینی تعمل کند عدل و ظلم را از هم جدا گرداند معقول را از نامعقول باز شناسد حدود شجاعت و ترس را معین سازد در ماهیت حکومت بر انسان تحقیق کند صفات کسی را که ماهرانه بر مردم حکومت می کند معلوم دارد و درباره سایر موضوعات اندیشه کند زیرا به گمان وی کسانی که بر این مسائل آگاه نباشند حقا نباید از بردگان برتر شمرده شوند به هر اندیشه مبهم یا تعمیم ناقص که میرسید یا هر تعصب پنهانی و نامعقول که میدید درباره ماهیت و چگونگی آن پرسش میکرد و تعریف دقیق و درست میخواست چنان خو کرده بود که سهرگاه از خواب برخیزد زد و به بازار به ورزشگاه ها یا به کارگاه های صنعتگران رود و در هر که ذکاوتی انگیزنده یا حماقتی سرگرم کننده یافت وی را به مباحثه کشد می گفت مگر جاده آتن نه برای آن است که در آن بحث و گفتگو کنند روش او ساده بود از کسی که با وی سخن میگفت میخواست که اندیشه یا مفهوم وسیعی را تعریف و تهدید کند سپس آن تعریف را به دقت مورد بحث و بررسی قرار میداد تا بر حسب معمول نقض یا تناقض و یا بطلان و سخافت آن را آشکار گرداند و از آنجا با پرسش های پی در پی مخاطب خود را به سوی تعریفی کاملتر و درستتر راهبری می کرد اما هرگز خود آن را بر زبان نمی آورد گاهی با تحقیق در یک سلسله امور خاص و مجزا به یک نظر کلی می رسید یا نظری تازه عرض می داشت و از این راه تا حدودی روش استقرا در منطقه یونان وارد کرد گاهی نیز با استهزای سقراطی نتیجه های مزهک یک تعریف یا بطلان عقیده ای را که در نظر داشت پدیدار و معلوم می ساخت. به تفکر منظم اشتیاق فراوان داشت و می خواست که اشیا را یک به یک بر حسب نوع و جنس و تفاوتهای خاصشان طبقه بندی کند در اینجا نیز مقدمات روش ارسطو را برای تعریف اشیا فراهم کرد و نظریه مسئله افلاتونی را بنیاد نهاد وی می گفت که جدل و یا دیالکتیک فن نیست که بدان می توان امور و اشیای مختلف را از هم متمایز ساخت و با شوخ طبعی و تنزی که در تاریخ فلسفه جهان دیری نپایید بیابان بی حاصل منطق را تراوتی بخشید مخالفانش میگفتند که وی ویران کننده ای است که خود هرگز چیزی نمی سازد همه پاسخ ها را رد می کند و خود مشکلی را نمی گشاید و آرا و روشش مخرب اخلاق و افکار است در بسیاری از موارد چون به توضیح و تفسیر نظری می آن را مبهمتر و قامستر از پیش باقی میگذاشت. هنگامی که مردی سرسخت چون کریتیاس میکوشید که از وی پاسخی دریابد وی پاسخ خود را به پرسشی دیگر تبدیل می و باز بیدرنگ تفوق را، به دست می آورد در رساله پروتاگوراس قرار بر آن می گذارد که به جای پرسش پاسخ گوید ولی این عزم خیر بیش از یک لحظه دوام نمی آورد و پس از آن پروتاگوراس که در بازی منطق چیر دست و کهنه کار است به آرامی از بحث کناره می گیرد پیاس از تفرزدنهای سغرات خشبین می شود و به فریاد میگوید به زعوص سوگن که تا نگویی که عد را چه چیز می دانی از من جوابی نخواهی شنید تو هیچ نمی خواهی که دلیلی بیاوری یا درباره موضوعی عقیده خیش را بیان داری تنها هنرت این است که به دیگران بخندی و هر کس را پرسشی کنی و پاسخ او را مردود شماری و مجابش گردانی ولی این پسندیده نیست در برابر این گونه سرزنش ها سقرات فقط می گفت که من نیست چون مادر خود قابل ای بیش نیستم اینکه مرا ملامت می کنید و میگویید که از دیگران پرسش هایی می کنم که خود فهم و توانایی پاسخ گفتن به دانها را ندارم کاملا به جاست. علت آن است که خداوند مرا به قابل بودن مجبور ساخته و از زاییدن من فرموده است این گونه دخالت دادن خدایان در کارها برای دوست او یوریپید شایسته تر بود سقرات از بسیاری جهات به سوفستایان شباهت داشت مردم آتن نیز بدون تردید و تعمل و معمولا بی آنکه قصد اهانت و ملامت داشته باشند او را بدین نام میخواندند لفظ سوفستایی به مفهوم امروزی آن در اغلب موارد سقراط را شامل میشد در بازی با الفاظ و تفره زدن استاد بود حیله های جدل را خوب می شناخت. معانی و مفاهیم کلمات را زیرکانه تغییر میداد موضوع بحث را در تشبیهات و استعارات نامتناسب غرقه می ساخت. چون شاگردان مدارس زبان بازی می کرد دو پهلو سخن می گفت و دلیرانه الفاظ پوچ و بیهوده بر زبان می راند. مردم آتن از اینکه به او شوکران نوشاندند معذورند زیرا هیچ تا اونی چون منطق هوشیاری که بر قدرت خیش آگاه باشد خطرناک نیست سغرات از چهار جهت با سوفستایان اختلاف داشت از علم بلاغت رویگردان بود به تقویت مبانی اخلاقی شوق داشت می گفت که فقط بررسی عقاید را به مردمان می آموزد و در ازای تعلیمات خود مزدی دریافت نمی کرد که گویا گاه گاه از کمک دوستان دولتمند خیش برخوردار می شده است علا رقم همه خطاها و نقایص آزاربخش وی شاگردانش به دو محبت بسیار داشتند. او خود به یکی از آنان می گوید شاید از آنجا که در میان ما به دوستی مشترک رقبت هست من می توانم شما را در کسب شرافت و فضیلت یاری کنم زیرا که من هرگاه نسبت به کسانی محبتی در خیش احساس کنم خود را با شور و شخ صمیمانه فدا می کنم و همه نیروی فکر و روح خیش را به کار می دارم تا آنان را دوست بدارم و در مقابل دوستم بدارند از دوری آنان غمگین شوم و از دوریم غمگین شوند مشتاق صحبت آنان باشم و مشتاق صحبتم باشند از نمایش نامه ابرها اثر آریستوفان چنین برمی آید که شاگردان سقرات در محلی معین مدرسه ای تشکیل می دادند زنوفن نیز در بخشی از کتاب خیش این نکته را تایید می کند در شرح احوال سقرات معمولا چنین گویند که وی در هر کجا شاگرد یا مستمعی میافته به تعلیم میپرداخته است اما پیروان او را هیچ عقیده خاص و مشترکی به هم پیوند نمیداد و چنان از یکدیگر جدا بودند که هر یک از ایشان پیشوای یکی از مکاتب گوناگون فلسفه یونان گشت و عقیده ای سخت جدا از دیگران در پیش گرفت افلاتونیان، کلبیان، رواقیان، اپیکوریان، شکاکان همه از اینجا سرچشمه گرفتند. آنتیستنس مغرور و فروتن که سادگی زندگی و کم نیازی را از استاد فرا گرفت مکتب کلبی را بنا نهاد شاید وی در آن هنگام حضور داشت که سقرات به آنتیفون میگوید گویا تو گمان میکنی که سعادت در تجمل و اسراف است اما من برانم که بی نیاز بودن همچون خدا بودن است و هرچه از مقدار هوایج بیشتر کاسته شود به مقام خدایان بیشتر نزدیکی حاصل می شود آریستیپوس که به پیروی از سغرات لذت را در خیر میدانست عقیده خیش را در سایرینی ترویج کرد بعدها نیز اپیکور در آتن به تبلیغ پرداخت یوکلیدس مگارایی به جدل سقراطی هدت بخشید و فلسفه شکاکی را که منکر هر گونه معرفت حقیقی بود از آن پدید آورد فایدو جوان زیبارویی که به بردگی افتاده و کریتو به درخواست سقراط وی را باز خریده بود نیز از فیلسوفان به شمار می رفت سقرات به این جوان دلبستگی خاص داشت و او را فیلسوف کرده بود زنوفن بی فلسفه را رها کرده و به سربازی پرداخته بود اما به درستی می دانست که هیچ چیز سودمندتر از آن نیست که آدمی در هر جا و هر مورد مصاحب سغرات باشد و با وی سخن گوید ذهن توانا و تخیل زنده افلاطون چنان از استاد فرزانه تأثیر پذیرفته بود که افکار هر دوشان در تاریخ فلسفه جهان جاودانه به هم درآمیخت کریتون دولتمند به سغرات مهر فراوان داشت و همواره مراقب بود که همه هوایج او را برآورده کند آلکیبادس گستاخ و پرتحور که گناهانش بعدها به اعتبار سقرات زیان رسانید و وی را در خطر افکن در این هنگام با سهلنگاری خاص استاد خیش را دوست می داشت و گفت سخن هیچ کس حتی شایسته ترین خطیبان اگر با سخن تو قیاس شود در ما هیچ تأثیر نمی کند در حالی که گفتار تو ای سغرات حتی اگر از زبان دیگران هم باشد و به درستی نقل نشود باز هر مرد و هر زن و هر کودکی را در شگفت خواهد آورد و روحها را تسخیر خواهد کرد میدانم که اگر گوش خود را نبسته بودم و از جادوی سخن این سخنور افسونگر نگریخته بودم او مرا اسیر خود می داشت. تا در پیش پایش پیر شوم. من این درد عظیم درد فلسفه را که در پاکی و صفای دوران جوانی از دندان مار سوزنده تر است در روح و قلب خیش احساس کردم تو ای فایدروس ای آگاتون ای اریکسیماکوس ای پاوسانیاس ای آریستودموس و ای آریستوفان همه شما حاجت نیست که خود سغرات را نیز بگویم آری همه شما این شور و شوق و جنون را برای فلسفه داشته اید کریتیاس رهبر جبهه الیگارشیک از تقنه هایی که سقراط به دموکراسی میزد هز می وی ای نمایشنامه این نوشت و در آن گفت که خدایان را سیاستمداران هوشیار اختراع کرده تا چون اساسان موجب حراس مردم شوند و آنان را به سوی تقوا و ادب برانند این نمایشنامه نیز یکی از عواملی بود که موجب محکومیت سقراط شد فرزند آنوتوس نیز یکی دیگر از پیروان سقراط بود که استماع سخنان استاد را بر چرم فروشی که پیش اش بود روچان می نهاد پدر وی آنوتوس که از رهبران جپه دموکراتیک بود شکوه می کرد که سغرات با عقاید شکاکانه خود عقل فرزند وی را فاسد ساخته و او را نسبت به پدر و مادر و خدایان بی اعتناع و گستاخ گردانیده است گذشته از این آنوتوس از تقنه ها و انتقاداتی که سقراط به دموکراسی وارد میساخت آزرد خاطر بود شاید آنوتوس نیز دلباخته آلکیبادس بود ولی آلکیبادس وی را رها کرد و سقراط را برگزید پولوتارک و آتنایوس این نظر را تایید میکنند وی میگفت ای سقرات گمان من آن است که تو برای بد گفتن از دیگران سخت آماده ای پنده مرا بپذیر و جانب احتیاط را نگاه دار زیرا هیچ شهری نیست که در آن آسیب رسانیدن از نیکی کردن آسانتر نباشد و آتن نیز بی گمان چنین است آنوتوس در انتظار فرصت بود فردا شب فلسفه سقرات